فرزانه، باز این بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها یا شنبه‌ها این بار دلیلشون چیه؟ درود بر شما. نگاه ایدئولوژیک بر همه چیز اولویت و ارجحیت پیدا کرده و الان هم به نظر میرسه که ماجرای کنار گذاشتن بحث تعطیلی شنبه ها برمیگرده به اون نگاه ایدئولوژیکی که برخی از نماینده های مجلس فکر کردن چون شنبه ها در واقع تعطیلی یهودیانه نمیخواستن با یهودی ها در یک روز تعطیل باشن. به هر حال اینطور که گفته شده، علارغم 7 سال بحث و جدل پیرامونه که آقا پنجشنبه ها بایستی روزهای شنبه تعطیل باشه که ما با دنیا شنبه و در واقع یک روز حداقل تعطیلیمون مشترک باشه با دنیا، و فعالان اقتصادی چنین درخواستی رو داشتن که جمعه و شنبه در ایران تعطیل باشه، نهایتا مجلس تصویب کرد پنجشنبه ها رو و الان روزنامه ها از جمله روزنامه شرق این تعطیلی رو تعطیلی عجیب خوندن. چون وقتی از مجلسی ها پرسیده شده که چرا حالا شنبه، خب خیلی هاشون به اون بحث یهود ستیزی اشاره نکردن، بیشتر گفتن که ما چون میخواستیم که پنجشنبه ها در ایران در تهران تعطیل بود، نیمه تعطیل بود، و ما میخواستیم رفع تبعیض کنیم بقیه قسمت کشور هم تعطیل بشن، ضمن اینکه برای تقویت کانون خانواده. حالا معلوم نیست که چرا شنبه نمیتونست تقویت کانون خانواده باشه و دقیقا پنجشنبه. خلاصه خواستن که شب جمعه تعطیل باشه. بله همینطوره. به جز مورد عجیب پنجشنبه ها، خروج ایران از شورای جهانی موزه ها هم توجه رسانه ها رو جلب کرده بود. روزنامه هم میهن بهش پرداخت که اصلا چرا بایستی جمهوری اسلامی دولت موظف کنه که از 3 تا سازمان جهانی خارج بشیم که سازمان هایی هن که مربوط به شورای جهانی موزه ها بناهای تاریخی هن و یکی دیگه هم شبکه سازمان های علمی جهانی. بله خودشون مصوب کردن که دیگه حق عضویت ندن، در حالی که اصلا این سازمان ها سازمان های غیر دولتی بودن و دولت اصلا حق عضویت به این سازمان ها نمیداد و این افراد حقیقی بودن که در واقع حق عضویت رو پرداخت میکردن. یک گافی داده دولت رئیسی در این خروجش از این سازمان ها و سوال روزنامه هم میهن اینه که اصلا چرا ما بایستی از این سازمان ها که مشخصا سازمان های مرتبط با بحث میراث فرهنگی هستند خارج بشیم. از کارشناسان هم که پرسیده گفته این عمق فاجعه رو نشون میده که خود میراث فرهنگی درخواست خروج از این سازمان ها رو مطرح کرده. یه مقدار مشکوک به نظر میرسه این خروج، و کشوری که برای ارتباطات بین المللی به نظر میرسه که تا همینجاش هم کلی مشکل انزوا دارن تو در واقع موارد مختلف، سرگرمه به خود زخم زدن در همه عمرم، تعمدن خودشون رو به انزوای بیشتر میکشونن. درسته. الان که وضعیت تقریبا همینطور هم شده، دیدم روزنامه سازندگی اشاره کرده بود به این همکاری پادشاه اردن در رهگیری پهپادها و موشکای ایران در حمله سپاه پاسداران به اسرائیل، و نوشته بود که رفیق دشمن. ولی مسئله اینجاست که خیلی از کشورها امروز ما رو رها کردن، در حالی که اسرائیل طیف ائتلافهاش و دوستان منطقه‌ایش افزایش پیدا کرده و در همین حمله سپاه حتی هم عربستان هم همکاری‌هایی رو داشت. پیش برای اون چه در غزه داره رخ میده، تحت فشار بود اسرائیل هم از جانب کشورهای اروپایی، بسیار کشورهای منطقه، و الان می‌بینی همون‌ها دارن از اسرائیل حمایت می‌کنن و باهاش همکاری. بله همینطوره. روزنامه جمله رو هم ببینیم که ما هیچ ما نگاه تیترش هست. وضعیت خجالت آور گردشگری بین گردشگری رو مقایسه کرده بین ایران و گردشگری که دبی داره و میگه وضعیت خجالت آوریه. شهر دبی در 11 ماه گذشته، 11 ماه سال 2023 میزبان بیش از 15 میلیون بازدید کننده بوده، در حالی که کل ایران فقط 6 میلیون بازدید کننده داشته، و این آمار به تعبیر روزنامه جمله شرمندگی و خجالت برای ایرانی ها داره. اشاره دیگری هم به حکمرانی مکانیکی در کشور کرده، اینکه تفکری در حاکمیت تلاش میکنه جامعه رو یکسان سازی کنه. اشاره روزنامه جمله به ماجرای احضار فعالان رسانه‌ای به خاطر نقد حمله سپاه پاسداران به اسرائیل هست، و میگه نمیشه که شما آحاد جامعه رو از
سواد و بی سواد میخواید مجبور کنید همونطوری بیاندیشند که در واقع بیانیه‌های رسمی دولت سوالی نپرسند کنترل کنند. میگه که بابا افرادی که نظرشون مخالف شماست هم شهروندان ایرانن، شما مجبورید نظرات افکار عمومی رو تامین کنید. اما به هر حال میبینیم این اتفاق نمیفته. صفحاتی که مرور میکنیم، من مصاحبه مقصود فراستخواه رو دیدم، میشه در مورد اون هم؟ آره، روزنامه شرق با آقای مقصود فراستخواه مصاحبه کرد، جامعه شناس، اون هم در همین بحث عملکرد حکمرانی صحبت میکنه. میگه اساسا ساختار سیاسی و سیستم کشور امید در جامعه تولید نمیکنه، برعکس ناامیدی رو باز تولید میکنه. سیستم به شمای دانشجو، استاد دانشگاه، خبرنگار عاملیت نمیده. به عنوان فرد به تو میگه نمیتونی تغییر ایجاد کنی، نمیتونی به هر حال کاری که میخوای بکنی موفق بشی، نمیتونی موفق بشی. امید رو خود حکومتی که داره تخریب میکنه، به جاش داره ناامیدی رو تولید میکنه و به شما میگه و این طور القا میکنه که شما هیچی ازتون بر نمیاد، شما ندیدید مثلا نمیدانید در نمی دوران توانید. مشروطه نتونستید در مثلا در واقع چون نمیخواد تن به اصلاح بده. منظور در واقع آقای فراستخواه اینه که چون سیستم تن به اصلاح نمیده، میخواد صدای جامعه رو بشنوه که صدای تغییر خواهیه، میخواد که اینطور القا کنه که شمایید که نمیتونید و این حکمرانی همینه که اون کنترل و فشارهایی رو که داره بر تمام اقشار جامعه در واقع اعمال بکنه. ممنون است همکارم فرزانه باسپور که امشب همراه من بودی.